السلام علیکم و رحمت الله برکاته دوستان نهایت عزیز، امروز ما و شما در ریاضی صنف هفت مکتب طرق نوشتن یک سید یا طرز نوشتن یک سید می خوانیم. البته در ضمن اگر فرض مثال شما با کدام موضوع ریاضی مشکل دارن، او را به ما کامنت کنن و یا هم به ایمیل آدرس ما روان کنن، حتما ما او موضوع را خدمت شما تقدیم میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. طرز نوشتن یک سید یا طریق نوشتن یک سید، ما سید با کدام طریقه ها نوشته کرده میتاریم. خب، طرق نوشتن یک سید یا طرز نوشتن یک سید در فصل اول در صفحه هفت کتاب ریاضی صنف هفت مکتب قرار دارم. البته ما امی طریق نوشتن یک سید، ما میتونیم که یک سید به دو روش نوشته کنیم. مثلا در قسمت اول داده شده ست بی را مد نظر میگیریم. در ست بی پنج بنای اسلام هست، یا ما نوشته میکنیم تمام بناهای اسلام را مکمل نوشته میکنیم: کلمه، نماز، روزه، زکات، حج. و یا هم ما نوشته میکنیم که ست بی یا ست سی مساوی میشه به پنج بنای اسلام. البته ست بی و ست سی با هم مساوی هستند، پنج بنای اسلام هست، صرف طرز نوشتن ازی فرق میکنم. البته به صورت عموم ما و شما سه تا کس به دو طریق نوشته کرده میتونیم. طریق اول کس لیست کردن تمام عناصر، که ما تمام عناصر یک سیتا لیست میکنیم و داخل یک قوس او را نوشته میکنیم و میتونیم اونا بعدا توسط علامه کامه یا عناصر از این از همدیگر جدا کنیم. که روش به نام روش تفصیلی یا طریقه لیست کردن عناصر یاد میکنه، که در قسمت اول ما بعضی از موارد، مثلا چند رنگ گل هست، تمام گل ها را مداخل یک سیت نوشته کردیم. البته مثلا این یک تیم والیبال باشه، تمام عناصر زیر ما و شما ذکر کردیم داخل یک سیت. مثلا احمد و حسن و قاسم و ظلمه و محمود یک تیم باشن، داخل سیت بی نوشته کردیم. یعنی تمام عناصر زیر یک به یک ما و شما نوشته کردیم. خب، گفته در این قسمت به این ترتیب سیت سیر هم تمام عناصرش، مثلا اعدادی از یک شروع تا به هشت تمام عناصر نوشته شدن، یا ست دی مثلا تمام عناصرش A, B, C, D، پنج حرف اول انگلیسی هست. اگر ما شما نوشته کنیم پنج حرف اول انگلیسی، باز ما به این شکل نوشته کردن میتونیم. البته به شکل دوم که تمام عناصر زیر داخل یک سیت نوشته کنیم، به این شکل نوشته کردن میتونیم. یا یک عدد نوشته میکنیم که ست ای مساویز به از یک تا به چند، 500. در ست ای گفته چون عناصر ست ای زیاد باشد، به این سبب که است ما این سه نقطه را کیجه گذاشته، نقطه نقطه باز تا 500. ای به این معناست که در این ست ای تمام اعداد که از یک شروع تا به 500 موجود است داخل از این ست است. به اون خاطر 500 عناصر لیست کردن یا نوشته کردن از بسیار مشکل است. به اون خاطر ما ای را تا به این قسمت نوشته کردیم. خب، این نقطه نقطه به این معناست که یعنی دیگه عناصر موجود داره، یعنی 4 و 5 و 6 و 7 و 8 به این ترتیب تا و 500 تمام عناصر شامل ست ای هست. شماره دوم، در شماره دوم گفته ست را به اساس خاصیت های مشترک عناصر نوشته کرده میتونیم، یعنی در یک جمله خلاصه نوشته کرده میتونیم. مثلا در قسمت اول ما و شما گفتیم که کلمه، نماز، روزه، زکات، حج، او را خلاصه نوشته کرده میتونیم که پنج بنای اسلام. به این ترتیب ما اگر از یک تا به نور داشته باشیم، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت تا به نور، ای را ما خلاص نوشته کرده میتونیم ست اعداد یک رقمی. یا اینجا در قسمت پایین گفته اینا مثلا ست بی، ست بی که از احمد، حسن، قاسم، ظلمه، محمود است، ای را نوشته کرده ست نام های شاگردان تیم والیبال صنف هفتم. بیشتر ما شما همین موضوع را گفتیم. ست ای را نوشته کرده از یک شروع الا 500، تمام اعداد طبیعی از یک تا به چند، 500. به این شکل نظر به خواص مشترکشان ما ای را عناصر لیست کرده میتونیم. مثلا دی قسمت نوشته کرده ست پی مساویز به 2، 3 و 5 و 7 و 11. ای را همه ما میفهم که ست اعداد اولیه هست. البته اعداد اولیه و اعداد مرکب شما
در ریاضی صنف شش مکتب خوانده این سه تعداد اولیه که ما ایره خلاص این ست پی را به این شکل نشته کردن تا ست پی مساویس به ست اعداد اولیه توسط یک جمله ما ایره نشته کردیم. ایره بنام چی یاد میکنه؟ بنام طریقه اجمالی یا طریقه توصیفی. توسط چی توصیف شد؟ توسط یک جمله توصیف شد. ست اعداد چی؟ اولیه. خب مثال سوم گفته بیشتر می موضوع را ذکر کردیم، کلمه طیبه، نماز، روزه، زکات، حج. ایره خلاص ما شما نشته کرده میتونیم ست که مساویز به ست پنج بنای اسلام. انشالله اقدر مشکل نیست. میریم به صفحه هشتم. البته در این صفحه گفته یک فعالیت ذکر کرده که فعالیت معمولا مربوط شاگردای عزیز میشه. البته در ست ای گفته هشت حرف اول لسان انگلیسی را شما نشته کنید و نشته کرده میتونید A, B, C, D تا هشت حرفشان. ست بی گفته ست اعداد طبیعی کوچکتر از ده، اون کوچکتر از ده که باشه. البته اعداد طبیعی چند است؟ از یک شروع، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. میفهمید ست اعداد طبیعی از چند شروع میشه؟ از عدد یک. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو. این ست اعداد طبیعی کوچکتر از چند است؟ ده. و همچنین گفته بزرگتر از دو. بزرگتر از دو که باشه از چند شروع میشه؟ از سه شروع میشه. اعداد طبیعی، اعداد طبیعی مو اعداد پور از سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو تا به نوره. ست سی را گفته ست مضرب های عدد سه. ضرب زبانی سی را خواهم اگه تانیا دارن کمتر از البته 20 گفته. کدام یکی است؟ 1 3 3 رو بخونید. 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18. اگر فرض مثال 7 3 بگیریم 7 3 21 میشه، از 20 بزرگتر میشه. خب در مثال چهارم چی گفتم؟ در مثال چهارم گفتم اگر ست A را نشته کنم A E I O U، ست B را نشته کرده A B C D E. البته اینی ست چی است؟ ست حروف صدادار یا حروف واول که ما شما میگیم در انگلیسی هست. البته پنج حرف است A, E, I, O, U. به شکل هم نشته کرده میتونیم تمام عناصرش داخل ست نشته کردیم و یا هم به شکل تفصیلی یا اجمالی اگر نشته کنیم نشته میکنیم به این شکل نشته کرده میتونیم ست حروف صدادار زبان انگلیسی هم نشته کرده میتونیم. مردوش یک گپ از دیگه. ای به شکل لست کردن عناصر است، ای به شکل توصیفی و به شکل اجمالی هست. ای رو مثلا ما اگر نشته کنیم ست بی رو به چی شکل نشته کرده میتونیم؟ A, B, C, D. پنج حرف اول زبان انگلیسی یا لسان انگلیسی. خب تمرین هم حل میکنیم به اون ترتیب ما شما پیش میریم. تمرین البته صفحه هشت کتاب مکتب هست. سوال اول گفته ست های زیر رو به طریقه لیست کردن عناصر بنویسید. ست های نام های روز های یک هفته. ما به چی شکل نشته کرده میتونیم فرض مثالی را؟ ما به این شکل نشته کرده میتونیم ست های یک هفته را، مثلا این قسمت بالایی را ما شما حل میکنیم. این قسمت ما نشته میکنیم، قسمت خالی که اشتباه نشه از مثال بی را حل میکنیم. ببینید که به کدام شکل نشته میشه. مثلا نشته میکنیم بی مساویز و داخل یک سی تیره ما مکمل نشته کنیم. اونا همه گی ما شما میفهم که ست های هفته از چی شروع شدن؟ از شنبه، یک شنبه تا و جمعه. مثلا نشته کنیم داخل سیت نشته کرده میتونیم شنبه. ایره شما یاد دارن یک دوتای شما نشته میکنم مطابقی شمانه شما نشته کنن شنبه. البته دیگه شم یک شنبه نشته کرده میتونیم یک شنبه، یک شنبه. البته دوشنبه، سه شنبه، بالاخره نقطه نقطه، چند شنبه آخرینش؟ جمعه تا و پنج شنبه، بالاخره جمعه. این را داخل یک سیت نشته کرده میتونیم. زمان که ما آخرین روز نشته کردیم بعدش چی میکنیم؟ قوس بند میکنیم. جمعه اینجا یکش دی پایین آمده خیر، باز بعد از قوس ما شما بند میکنیم. ای البته روزهای چی بود؟ روزهای هفته بود که ما ایران نشته کردیم. سوال اول حل شد. سیت های ماه های یک سال نشته کنند. یک سال اگر ما شما نام بگیریم به کدام ترتیب نام گرفته میتونیم؟
ما یک چند تای زیر به طور نمونه نوشتا میکنم، این دی قسمت خالی نوشتا میکنم، ست های ماه های سال البته، این دی این قسمت پیش رویش نوشتا میکنم. این را نوشتا میکنم که مثلا ست ای مساویز و ست ای مساویز و از چی شروع میشم؟ نه همه که میفهم که از حمل شروع میشم، حمل من میترتیب حمل سور یک چند توی شما نوشته میکنم مطبقی شد شما نوشته کنم سور جوزا سرطان اسد سنبله بلاخره آخرین مای ازی مای چی هست؟ آخرین مای سال مای حوت است. اینه ایره ما شما نوشته کردیم، البته قوس بند میکنیم. این هم شد ست ماهای سال که ما نشته کردیم، از حمل شروع بالاخره به حوت خرم 12 ماه است. و همه گیتون میفهمین اینجا گفته در جزئی، البته در جزئی گفته که شما چی رو نشته کنن؟ ست رنگ های بیرق افغانستان رو نشته کنن. اونا بیرق افغانستان و رنگ هایش همه گی ما شما میفهم کدام بیرق است، این قسمتی رو نشته میکنیم. نشته میکنیم ست ای مساویز و ست ای مساویز و کدام رنگ هاست؟ همه گی ما شما میفهم که سبز و سرخ و سیاه هست. نشته میکنیم سبز، البته قوز شروع باید اولش قوز باشه، قوز شروع نشته کرده میتونم که نوشته میکنم که سبز سرخ و دیگه هم چی هست؟ سیاه. ای را نوشته کردیم. البته جاهای عناصر پس و پیش باشه کدام فرق نمیکنم. این جزئی هم حل شد. گفته در این قسمت ستهای زیر را به صورت چی نوشته کنن؟ این قسمت های دیگر ما دوباره پاک میکنم. البته ست های زیر رو به طریقه توصیفی یا تشریحی نوشته کنن. ما این رو به شکل توصیفی پیشتر هم نوشته کردیم، البته در درس های گذشته این موضوع رو خواندیم. نوشته کرده میتونم که ست ای مساویز و ست ای مساویز و خب در ست ای حروف صدادار انگلیسی کدام یکی هست؟ اون A, E, I, O, U البته به شکل لیست کردن عناصر ای ذکر شده. ای رو ما به شکل چی نوشته میکنیم؟ نوشته میکنیم حروف صدادار انگلیسی. در یک جمله ای رو خط میکنیم حروف صدادار انگلیسی. اوسا بند میکنه. یعنی ای هم حل شد. دی قسمت هم گفته سیاه، سرخ، سبز. خلاص ای جوابشون در قسمت بالا هست. دوباره ای سیاه و سرخ سبز چی هست؟ ست رنگ های بیرق افغانستان است. ست سی مساویز به یک و سه و پنج و هفت و نو. ای را ما به چی شکل ناشته کرده میتونیم؟ ست سی را یعنی ما ناشته میکنم. ست سی را در یک جمله ای را خلاصه میکنیم. ست سی را در یک جمله ما خلاص میکنیم که ست سی این این قسمت نوشته میکنیم. ست سی را نوشته میکنیم که ست سی مساویز و ست سی مساویز و البته ست سی مساویز به چی باید باشه؟ اگر ما این را نوشته کنیم، نوشته کردن میتونیم که ست سی مساویز و اعداد یک رقمی، اعداد یک رقمی. اون از یک تا و چند است؟ تا به نور است. از یک تا به نور هم کدام اعداد یک رقمی است؟ کدامش هست؟ البته یک و سه و پنج و هفت و نو. اعداد رقمی دو و چار و شش و هشت هم است. اعداد یک رقمی چی است؟ تاق است. اعداد یک رقمی تاق است. خب در قسمت دیگه هم گفته که ست دی مساویز به دو و چار و شش. با این ترتیب اعداد یک رقمی تاق بودی دو چار و شش و هشت هم اونو میفهمیم که اعداد یک رقمی چی هست؟ یک رقمی جفت است. این دی قسمت اعداد یک رقمی جفت ما و شما نشته میکنیم. نشته کرده میتونیم که ست دی مساویز و
البته مسایی و چی است؟ اعداد یک رقمی جفت ایره ناشتا میکنیم که اعداد یک رقمی جفت این ایرم ناشتا کردیم یه هم حل شد اعداد یک رقمی جفت. البته اینجا گفته یک و دو و سه و چهار و پنج ایره ناشتا کنن. البته ایره ناشتا کنیم و شما یه مقدر مشکل نیست انشاءالله، بسیار ساده گپ است. ایره ناشتا کردن میتونیم کدام موضوع سی؟ یک و دو سه و چهار و پنج شش تا پنج است. ایره ناشتا کردن میتونیم که ست ای مساویز و ناشتا میکنم که ای مساویز و مساوی به چی باشه؟ ای ست اعداد، البته ای ست اعداد یک رقمی هست، یک رقمی کوچکتر از چند باید باشم؟ کوچکتر از به نظر شما کوچکتر از چند است؟ کوچکتر از شش. نوشته کردم میتونیم ست اعداد یک رقمی کوچکتر از شش. خب این هم شد. میریم سوال چندم حل میکنیم. سوال سوم، ست های زیر را به طریقه لیست کردن بنویسید. ما این را به شکل لیست کردن عناصر نوشته میکنیم. ست که هم مساویس به ست اعداد طبیعی جفت یک رقمی. اگر ما جفت ست اعداد جفت یک رقمی را اونا داریم، قبلا ما شما اینجا نوشته کردیم، اینا مساوی با ست دی که اینجا نوشته کردیم، نوشته کردم میتونیم میرم دی قسمت نوشته میکنم که مساوی با این چیز. خب اینا ما عناصرش نوشته میکنم این دی قسمت نو. خلاص اینا می حل شد 2 4 6 8 از جمله اعداد یک رقمی چی است؟ جفت است. دی قسمت هم گفته ست اعداد طبیعی طاق یک رقمی. ست اعداد طبیعی طاق یک رقمی کدام یکی است؟ نه ست سی که بیشتر ما شما ایره نوشته کرده بودیم. البته میره دی قسمت البته کپی کرده میتونیم، یعنی نوشته میکنیم که ست سی هم حل شده. البته خب این موضوع هم قدر انشالله که مشکل نبود. خب این هم شد. ست اعداد یک رقمی چی؟ تا ست اعداد یک رقمی تا کدام است؟ یک، سه، پنج، هفت، نو. ست مضرب های هفت، اون ست مضرب های هفت همه گی شما میفهم که ست مضرب های هفت کدام یکی است. ست مضرب های هفت یک، هفت، هفت، ضرب زبانی هفت ما شما میخوانیم. ست مضرب های عدد چند؟ هفت. البته ضرب زبانی هفت همه گی شما یاد دارید. یک، هفت، هفت، دو، هفت، چند؟ چارده. البته ببخشید داخل قوس نومد دیره، باید ما شما داخل قوس نوشته کنیم. خب ایره نوشته میکنیم که یک، هفت، هفت، ضرب زبانی هفت همگی ما شما یاد داریم که دو، هفت، چارده، سه، هفت، بیست و یک، چهار، هفت، بیست و هشت، پنج، هفت، سی و پنج، سی و پنج. به می ترتیب ادامه داره، نقطه نقطه به می ترتیب ادامه داره. این ست مضرب های چند است؟ مضرب های هفت. البته بی نهایت مضرب های هفت وجود داره که اون ضرب زبانی هفت شما ده هفت هفتاد میشه، باز هفتاد و هفت و مثلا از هزا هفتاد هفت هشتاد و چهار به می ترتیب بلندتر. ست تیم والیبال صنف هفتم، مثلا در تیم والیبال صنف هفتم کدام کسا اشتراک داره؟ پیشترم اون دو قسمت بالا ما شما هم موضوع را کار کردیم. ست تیم والیبال که از چند نفر بود در صنف هفتم میشه که ما دوباره ما شما دی قسمت، البته در صفحه قبلی بود، ما نشته کردم میتونیم این دی قسمت هم نشته کردم میتونیم فرض مثال احمد هر کسی که باشه دیگه نامایش هم مکمل اینجا نشته میکنیم. احمد بود، فرض مثال ظلمی بود، هر کسی که باشه دیگه مهم نیست. ظلمی فرض مثال دیگه کی است؟ اسد باشه. به این ترتیب دیگرایش هم ست شاگردان صنف هفتم مکمل نام هم صنفی هایتان با شما داخل ست ای نشته کنن. این مربوط شما ست ای
اون هر کسی که دستان فتان است داخل یک سید ایران نوشته کرده میتونند. یه موضوع ریاضی صنف هفت مکتب صفحه چند کار کردیم تا و صفحه هشت. اینجا ستهای معادل و ستهای مساوی آمده. صفحه نو ستهای مساوی و ستهای معادل. کدام ستها را ما شما مساوی گفته میتونیم، کدام ستها را ما شما چی گفته میتونیم؟ معادل گفته میتونیم. این دی قسمت بالا هم ستهای مساوی معادل گفتن که کدام یکی است. ست A را میبینیم، میبینیم عین گل در ست B وجود نداره. عین گل در ست B وجود نداره. عین گل در ست B وجود نداره. مگر تعداد عناصر ست B چند عناصر است؟ 3 عناصر. با تعداد عناصر ست A مساوی هست. 3 عناصر در ست A هم است، 3 عناصر در ست B هم است. این ست A و B را معادل گفته میتونیم. ستهای معادل ستهایی را میگه که تعداد عناصرشان با هم مساوی باشن. و ستهای مساوی کدام ستها را میگه؟ ستهایی را میگه که عین عناصر باشه، تعدادش هم مساوی باشه و عین عناصر. یعنی مثلا ست A و ست C با هم مساوی هست. این میگه اینجا هم هست، دی قسمت هم هست. این گل که میبینن دی قسمت هم هست، این دی قسمت پایین هم هست. یه گل دی قسمت هم هست، دی قسمت هم هست. سه عنصری هم داره، یه هم داره. سه عنصر هم داره و عین عناصر هم شامل از یه سی جایش فرق نمیکنه پس پیش باشه از عناصر. این برام چیوت میشه؟ برام ست A و B را ما ست A و C را مساوی گفته میتونیم، اما A و B را چی گفته میتونیم؟ معادل گفته میتونیم و همچنان B و C را معادل گفته میتونیم. به خاطر که در ست B هم سه عنصر موجود است، در ست C هم سه عنصر موجود است. ستهای معادل ستهایی را میگه که تعداد عناصرشان با هم مساوی باشه. خب این قسمت البته در فعالیت یک چیز را ذکر کرد، ست A هم است. گفته باشد ستهای B و C را از روی ست A طور بسازد. البته با کدام ترتیب ما شما ساخته میتونیم؟ ست B ست اعداد جفت یک رقمی، جفتش جدا نوشته میکنیم و تاقش هم جدا. این کار انجام میده اعداد جفتش. اون همه گی ما میفهم که اعداد جفت کدام اعداد است؟ البته اعداد جفت هم همه گی میفهم که 2, 4 و 6 هست. 2 دیگه البته 4 چند 6 و به شمول 8. این ست اعداد جفت. این کار که در فعالیت برای ما شما گفته بود انجام دادیم. ست ای را ما شما جدا نوشته کردیم. البته ست B را گفته ست اعداد ایره، مثلا ما شما چی نام میگذاریم؟ B نام میگذاریم. ایره مثلا B نام گذاشتیم. ست C ست اعداد یک رقمی که بر 2 پوره قابل تقسیم باشه. حالا میبینیم که بر 2 کدام اعداد پوره قابل تقسیم هست. ست البته C نوشته ایره C نام میگذاریم. ست C مساوی است با کدام اعداد بر 2 پوره قابل تقسیم است؟ خب این حال میبینم بر 2 میفهمم تمام اعداد جفت بر 2 پوره قابل تقسیم از 2 و 4 و البته 6 و 8. اینجا یک مقایسه میکنیم ست B و C را یک مقایسه میکنیم. میبینم که ست B و C با هم مساوی است. 4 عنصری هم داره، 4 عنصری هم داره. عین عناصر در ست C هم موجود است. درباره ست های B و C چه گفته میتونید؟ اونا گفتیم که ست B و C با هم مساوی است به خاطر که عین عناصر و تعدادشان هم با هم مساوی است و همچنان ست های مساوی را معادل هم گفته میتونیم. دلیل از اینکه معادل گفته میتونیم چی است؟ به خاطر که عین عناصر تعدادشان مساوی است. 4 عناصر در بالا هم است، 4 عناصر در پایین هم است. این کتاب تعریف که در کتاب مکتب آمده درباره ست های مساوی و ست های معادل چی گفتن؟ ست های A و B معادل هم دیگر هم هستند، درست است؟ و ست های مساوی هم گفته میشه. هرگاه تعداد عناصر هر دو ست با هم مساوی و یکسان باشد، این ست چی گفته میشه؟ مساوی گفته میشه. و یا به عبارت دیگر تمام عناصر ست A در ست B و تمام عناصر ست B در ست A اونا واقعا شامل هست، تمام عناصرشان شامل است. ببینن دو دی بالا شامل است، دی پایین هم شامل است. 4 در بالا شامل است، دی هم شامل است. 6 در بالا شامل است، دی هم شامل است. 8 در قسمت بالا شامل است، دی هم شامل است. خب این را ما شما چی گفتم میتونیم؟ ستهای معادل گفتم میتونیم. خب
دی قسمت چی گفته؟ در این صورت می نویسیم که ست A و B با هم مساوی هم هستند، ست A مساوی به B هست، یا B هم مساوی به A. ارتوش یک اپ هست، احمد مساوی به محمود، محمود مساوی به احمد، کدام فرق ندارد. در مثال اول چی گفته؟ در مثال اول گفته اگر ست A مساوی به یک و دو شش باشند و ست B یک و دو شش شش باشند، البته چی را باید متوجه شم؟ ست A و B با هم مساوی هستند. ما در یک ست اگر دو عنصر تکرار آمده باشند، مثلا کدام عنصر تکرار آمده؟ یک و یک تکرار آمده، ما یک تایش را نوشته میکنیم. دو دفعه تکرار در یک ست ضرور نیست. اینجا دو دو آمده، ما یک دور نوشته میکنیم. در صورت ست A و B با هم مساوی هستند. خب دیست البته 5 3 2 7، اینجا 2 3 5 7 عین عناصر است. دو در ایست هم شامل است، در ایست هم شامل است. میبینیم این دو، سه در ایست هم شامل است، این در ایست هم شامل است، در ایست هم شامل است 5، در ایست هم شامل است 5، در دو ست 7 در ایست هم شامل است، در ایست هم شامل است. پس جایش فرق نمیکنه، جایش پس پیش باشه کدام فرقی نمیکنه. مثلا شما داخل سنفتان، سنف درسیتان، چی در چوکی اول بشین چی در چوکی آخر بشین، بازم شامل امو سنف هست، در سنف خارج نشده. البته جاهای عناصر پس و پیش باشه کدام فرقی نه. ست A داده شده، ست B هم داده شده، ست A 1 و 2، ست B 2 و 3. این ست ها که از در نظر بگیریم، گفته یک شامل ست A هست و یک شامل ست B نیست. واقعا یعنی یک میبینیم که این علامه شمولیت است. این علامه که ما شما روز قبلی هم گفتم که این علامه علامه چی است؟ شمولیت است. این علامه چی است؟ علامه عدم شمولیت است یا شامل نبودن هست. یک شامل ست A هست و بی شامل ست B، یک شامل ست B نیست. واقعا نمیگم درست است. تکرار عناصر یک ست و یا تبدیل کردن جاهای عناصر یک ست هیچ کدام تغییر در ست وارد نمی کنند، کدام فرقی نمی کنند. خب دی صفحه در فعالیت دو ست A و B را در نظر بگیریم. واقعا دو ست A و B داده شده، تعداد عناصر ست A و B چند است؟ اونو میفهم که 4 عنصر در ست A هست، اونو حساب کنیم، 1 2 3 4 عنصر در ست A هم است و 4 عنصر در ست B هم است، در ست A هم است، در ست B هم 4 عنصر، تعداد عناصرشون که با هم مساوی بود معادل هم است. آیا A عنصر ست B هست؟ و میبینیم که A شامل ست B هست؟ نیست. عنصر A خرد شامل ست هست؟ دی ست وجود دارن؟ وجود ندارن. دی 5 و 4 و 7 و 8 وجود دارن. آیا ست A با ست B مساوی هست؟ ست A و B با هم مساوی نیست، به خاطر که عین عناصر نیستن دیگه، فقط تعدادشان مساوی، تعدادشان که مساوی بود ست ها را ما شما چی گفتم میتونیم؟ معادل گفتم میتونیم. مثال دوم، ست A هم داده شده، ست B هم داده شده، آیا دو ست A و B با هم معادل هستن یا نیستن؟ حساب میکنه که معادل هست یا نیست. یک عنصر، دو عنصر، سه عنصری دارن، یک عنصر، دو عنصر، سه عنصری دارن. البته تعداد عناصرشان با هم مساوی است، چون تعداد عناصرشان با هم مساوی است بنابراین ست ها چی گفتم میتونه معادل. در مثال سوم، مثال سوم چی گفته؟ آیا ست اعداد تاق یک رقمی و ست اعداد جفت یک رقمی با هم معادل هستن؟ میبینیم 1 2 3 4، اینجا چند است؟ 1 2 3 4 5، 5 تا عدد تاق یک رقمی داریم و 4 تا عدد جفت یک رقمی، تعدادشان مساوی است؟ نه، تعدادشان مساوی نیست. تعدادشان که مساوی نبود، یعنی تعداد ست A، البته تعداد ببخشن، تعداد ست A با تعداد عناصر ست B مساوی نیست، بنابراین این معادل گفتن نمیتونم. ست A را امروی ست B معادل گفتن نمیتونم، چون تعدادشان با هم مساوی نیست. ست A 5 عنصر داره، ست B چند عنصر داره؟ 4 عنصر داره، ای با هم معادل نیستن. خب اینجا خلاص تعریف که در کتاب مکتب است، گرچه ما تعریف پیشترم تکرار کردیم. ست های A و B که عناصرشان یکسان باشند به نام ست های مساوی، و اگر صرف تعداد عناصرشان با هم مساوی باشد ست ها را ما شما چی گفته میتونیم؟ معادل گفته میتونیم. این قسمت را میبینن، ای البته چی بود؟ خلاص تعریف ست های معادل و ست های
مساوی فرواین ست مدل و مساوی ان شاء الله که شما فهمیدین. تمرین هم حل میکنیم، بعد از او از این مسئله ما شما میگذاریم. ست های A، یعنی ست A داره شده البته، ست A، خب ست A داده شده، ست A را اون همه گی ما شما میفهم که چند عنصر داره، 1 2 3 4 5 عنصر داره، و ست B هم اون همه گی ما شما میفهم 5 عنصر داره. ست A و B با هم چی هستن؟ معادل هستن. در قسمت اول سوال شده است پیش ما درباره این ست A و B، آیا ست A مساوی با ست B می باشد؟ نه خیر، مساوی نیستند، به خاطر که عین عنصر نیست. در جمع، آیا ست A معادل با ست B هست؟ بله، ست A و B با هم معادل است، به خاطر که تعداد عناصرشان با هم مساوی است. یک 5 عنصر داره، یک قسمت هم 5 عنصر داره. خب سوال دوم، ست های این ست ما شما مد نظر می گیریم، این ست ما مد نظر می گیریم. از پیش ما هر سوال که در قسمت پایین شده بود با مو سوال ما شما جواب میدیم. خب این قسمت ست A یا B، آیا ست A با ست B مساوی هست؟ میبینیم که مساوی هست، یک مقایسه میکنیم، یک یعنی یک اینجا هست، هفت هفت موجود است، هشت هشت موجود است، نو نو موجود است. البته نو دی قسمت دو دفعه تکرار را مانده گفتم، تکرار هم اگر بیاید داخل یک سیت در اصل مقدار سیت کلان تغییر وارد نمیشه، بنابراین ست A و ست B را ما و شما معادل گفتم میتونیم. کدام یک از عبارات زیر درست و کدام یک نادرست است؟ میبینیم ست A داده شده، البته ست A داده شده، کدام عناصر است؟ خب دی قسمت ست B هم داده شده، درست است؟ تا ست A 5 و 6 و 8 و 11، اینه میبینیم 5 و 6 و 8 و 11 موجود است، اما 11 دو دفعه تکرار آمده، پس A مساوی به B است، A و B با هم مساوی است. این گپ کاملا درست است، گپ کاملا درست است. خب در قسمت دوم، اگر شنبه، یک شنبه، دو شنبه مساوی با ست C باشم، درست است؟ شنبه، یک شنبه، دو شنبه مساوی به ست سی باشد، اکس وای زد مساوی به ست دی باشد، گفته ست سی با ست دی معادل می باشد. واقعا درست است، این هم سه عنصر داره، ست سی هم سه عنصر داره، و تعداد عناصر شما و شما می فهم سه عنصر داره، ست دی هم سه عنصر داره، اکس وای زد، بنابراین ست سی و ست دی با هم چی هستند؟ معادل هستند، به خاطر که تعداد عناصر از این ست با این ست مساوی هست. در قسمت آخر گفته اگر ست M مساوی به ای و ست N مساوی به 6 و 4 و 6 و 2 باشد، گفته M مساوی به N نیست، میبینیم که M و N با هم مساوی نیستند یا هستند. خب میبینیم که 2 4 6 8 2 4 6، یعنی 2 4 6، ولیکن 6 تکرار آمد، بنابراین ست A و ست B با ست M و N با هم مساوی هستند. این بود درس امروزی ما، شما خدا کنه این موضوع را فهمیده باشین. خدا حافظ و ناصر تمامتان.